روز گذشته مردم آذربایجان یک بار دیگر در اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه به خیابان‌ها آمدند، اما متاسفانه این اعتراض مدنی آنها با دخالت نیروهای امنیتی و نظامی به درگیری و سرکوب مردم منجر شد. در همین ارتباط گفتگویی انجام دادیم با داوود دشبانی، فعال دانشجویی آذربایجانی از تهران. آقای دشبانی، دیروز گویا اعتراضاتی در شهرهای مختلف آذربایجان انجام شد. این اعتراضات هم با سرکوب نیروهای امنیتی مواجه شده. شما آماری از اتفاقات رخ داده در این شهرها دارید؟ بله، به دعوتی که از سوی رسانه‌های اجتماعی و سایر رسانه‌هایی که در دسترس معترضین هست صورت گرفته بود، قرار بود که روز گذشته در تظاهراتی توی منطقه مختلف صورت بگیره و به همین اساس پیشبینی‌هایی که نیروهای امنیتی کرده بودن باعث شد که یه سری اقدامات امنیتی مطابق معمولشون انجام بدن و اجازه ندن که به اون شکل گسترده‌ای که شاهدش بودیم تو پنج شهریور تظاهرات گسترده‌ای توی به ویژه ارومیه و تبریز صورت بگیره. اما در واقع اخباری که رسیده نشونگر اون هست که حداقل در تبریز بیش از 62 نفر دستگیر شدن، ارومیه اعتراضات گسترده تری صورت گرفته و به طبع اون دستگیری هم گسترده تر بوده، اما در واقع تعداد مشخصی از دستگیر شدگان و کسانی که بازداشت شدن وجود نداره. برخورد ها مطابق معمول در واقع برخورد با اعتراضات مردمی و تجمعات مردمی خشونت‌آمیز بوده و نیروهای یگان ویژه و لباس شخصی با ضرب و شتم و در واقع شلیک گاز اشک‌آور و حمله به تجمعات و عدم در واقع اجازه ندادن برای شکل تجمع تلاش کردن که برخورد کنن و مردم طبیعتاً به سری برخوردهای خشونت‌آمیزی هم صورت گرفته. خب آقای دشبانی، فکر میکنید که دلیل این همه اعمال خشونت نسبت به شهروندان آذربایجانی که نسبت به یک موضوع زیست محیطی اعتراض دارند از طرف جمهوری اسلامی چی هست؟ من باید این نکته رو اینجا عرض کنم خدمتتون. بحث دریاچه ارومیه، ما مسئله زیست محیطی زیادی داشتیم تا سالهای گذشته که متاسفانه میشه به دریاچه پریشان، خوش شدن رودخانه زاینده رود، گاوخونی و مواردی از این دست به صورت متعدد اشاره کرد. اما دریاچه ارومیه در واقع بحث متفاوتی که داره این هست، اولا ابعاد زیست محیطی قضیه گسترده تر هست و علاوه بر اون لطمات اقتصادی و انسانی در پی خواهد داشت. یعنی خوش شدن دریاچه باعث خواهد شد که نمک باقی مونده از اون هم صدمات اقتصادی بزنه به زمین های کشاورزی اطراف دریاچه و همچنین موجب در واقع شهرهای همجوار و حتی ممکنه کشورهای همجوار مثل ترکیه، ارمنستان و آذربایجان رو هم تحت تاثیر قرار بده. به همین جهت هم هست که در واقع به طور طبیعی مردم شهرهای همجوار به ویژه ارومیه و تبریز واکنش نشون دادن و چون احساس میکنن که به طور جدی داره اقتصاد و حتی زندگی شهریشون و روستاهای اطراف داره مورد تهدید قرار میگیره و حکومت هم متاسفانه به جای اینکه با این موضوع با تدبیر و بسیار پیشتر از اون، یعنی مسئله دریاچه ارومیه موضوعی هست که از 7-8 سال گذشته متوجه فعالیت سمیتی بوده نسبت به خطرات خشونت دریاچه ارومیه توسط فعالان محیط زیست اخطار داده شده، اما با توجه به اینکه آقایان در واقع توجهی به مسائل این گونه مسائل ندارن و همه مسائل رو امنیتی و سیاسی میبینن چرندشی نکردن تا به این نقطه بحرانی رسیدیم امروز. این در واقع شیوه حکومت‌های دیکتاتوری هست که میتونیم باز به مورد مشابه اون دریاچه آرال اشاره کنیم که در نتیجه سیاست‌های گسترش کشاورزی تا جهان شوروی توی اون منطقه آب‌های منتهی به دریاچه آرال رو مشابه دریاچه ارومیه منحرف کردن به زمین‌های کشاورزی که در نهایت الان باعث شده که کل اون منطقه نزدیک 2-3 کشور باقی مونده از تا جهان شوروی تحت تاثیر این فاجعه زیست محیطی در اون منطقه قرار بگیرن و کل اون سرمایه‌گذاری که برای کشاورزی صورت گرفته بود عملا از بین رفت.
این موضوع داره تو دریاچه ارومیه هم به شکلی اگر چاره‌اندیشی نشه ظرف مدت کم یک یا دو سال آینده امکان تکرارش وجود داره. اما چون به هر حال حکومت های دیکتاتوری معمولا با تدبیر و نگاه کارشناسی به مسائل بیگانه هستند، ما شاهد این هستیم که دارن با این موضوع برخورد سیاسی میکنن و به دلیل در واقع دغدغه های به نظر من خیلی سطحیشون در بحث سیاسی و مجادلات سیاسی خودشون حاضر نیستن که توجه کنن به مشکلاتی که توی عرصه کشور به وجود میاد و من جمله مباحث زیست محیطی این چنین. و به عنوان سال آخر شما فکر میکنید این اعتراضات چگونه به نتیجه خواهد رسید؟ به نظر من بهترین شیوه برای حل مسئله دریاچه‌ارومیه نگاه ملی و نگاه کارشناسی این موضوع هست و حکومت و همچنین معترضین باید تلاش بکنن این رو به عنوان یک دغدغه جدی زیست محیطی و ملی مطرح کنن که بشه بهش چاره‌جویی کرد و از این فضایی که البته بخش مهمیش در دست ما نیست، یعنی فضایی هست که حکومت تحمیل میکنه، ولی ما تمام تلاشمون رو باید بکنیم که اونها رو متوجه کنیم که دغدغه‌هایی که از سوی معترضین مطرح میشه دغدغه‌های ملی و درست و دلسوزانه ای هست. اونها باید تلاش بکنن که چاره‌جویی بکنن برای این شرایطی که پیش اومده.